سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم 162 روز هست که تحولات فلسطین رو با هم دیگه بررسی میکنیم و داریم میپردازیم به اتفاقات یک جنگ تمام ایار جنگی که در 24 ساعت گذشته با کلی خبر عجیب و غریب و قابل تعمل همراه بوده اولا از یه طرف برای اولین بار ما شاهد این هستیم که سازشکارها بلبل زبون شدن حرفایی دارن میزنن این حرفو بسیار قابل تعمله از طرف دیگر شاهد این هستیم که ارتش رژیم به طور رسمی اعلام کرده که من تسلیحاتی که استفاده کردم در نبرد غزه رو به اتمام اگر دیگران به من تسلیحات نرسونن ما شکست خودمون رو باید اعلام بکنیم میخوای مفصل درباره اینها صحبت بکنیم ببینیم که چه چیزی رخ داده من لازم هست قبلش خدمت شما این نکته رو عرض بکنم که در روزهای اخیر ما شاهد رجسخانی های از سوی مقامات رژیم صهیونیستی بودیم علیه مقاومت لبنان یک اتفاق خنده‌داری رخ میده همزمان با رجسخانی هایی که اینها انجام میدن رسانه های رژیم صهیونیستی یه سری فیلم از مقاومت لبنان منتشر میکنن فیلم هایی که مقاومت لبنان در هشدار به رژیم صهیونیستی منتشر کرده در یکی از این فیلم ها به نوعی داره حملات مقاومت لبنان نشون داده میشه رسانه های رژیم صهیونیستی این فیلم ها رو با این تیت منتشر کردن که چه کسی چه کسی را به اصر حجر خواهد برد شما میخواید این کار رو انجام بدید ظاهر اقدامات اینها نشون میده که ماجرا میتونه طور دیگری باشه رسانه های صهیونیست همزمان با بازنشر این فایل صوتی این کنایه ها رو خطاب به ارتش رژیم مطرح کردن لازم هست خدمت شما عرض رو کنم که قبل از این کمیته وابسته به شهرک صهیونیست نشین در شمال غزه یکی از شهرک های صهیونیست نشین تاکید کرده بود که گالانت در حالی لبنان را تهدید به بازگشت به اصر حجر میکند که به وضوح مشخص از شهرک های ما بدون برق باقی مانده و اصل حجر برای ماسک بازگشتی رسانه های ابری زبان پیش از این با انتشار گزارش هایی به اوضاع ساکنان شهرک های شمالی عرازل اشغالی اشاره کرده و نوشتن که این سهیونیسا تاوان سنگینی برای جنگ با حزب الله پرداخت میکنن این بخشی از آن چیزهایی هست که ما امروز شاهدش بودیم من لازم از خدمت شما این مسئله مهم رو هم عرض بکنم که دولت خودگردان دولت سازشکار فلسطینی روز گذشته محمد مصطفی یکی از چهره هایی که در کشورهای عربی سعی کردن براش اعتبار بسازن در حوزه وزارت ارتباطات و کارهای از این دست سعی کردن این شخصیت فلسطینی رو مطرحش بکنن این شخص رو به عنوان نخست وزیر جدید دولت خودگردان معرفی کرده همزمان با این ماجرا حماس بیانی صادر کرده در بخشی از این بیانی به این اشاره کرده گفته تعیین دولت بدون توافق ملی گامی خالی از هرگونه گونه معناست که موجب تقویت شکاف میان گروه های فلسطینی می شود این بیانیه از سوی دیگر گروه های فلسطینی هم مورد امضا قرار گرفته جهاد اسلامی جبهه مردمی آزادی فلسطین دیگران همین بیانیه رو امضا کردن در این بیانیه به این اشاره کردن که انتخاب نخست جدید نشان دهنده عمق بحران در رهبری فلسطین و بیخبریش از واقعیت ها و فاصله بزرگ میان آن با ملت و دغدغه آن است من خلاصه بخوام بکنم داستان رو خلاصش میشه این که ما داریم توی غزه میجنگیم 6 ماه داریم میجنگیم 30000 تا آدم کشته شده شهر ویران شده چهار تا بمب اتمی زدن تو سر غزه تو رفتی انتخابات برگزار کردی تو رفتی نخست وزیر برگزار کردی تو درگیر چی هست تو اصلا میفهمی اینجا در این جغرافیا چی داره اتفاق میفته بعد از بیانیه که نیروهای مقاومت فلسطین در انتقاد به این رفتار منتشر کردن جنبش فتح هم بیانیه صادر کرده بیانیه بسیار شدید و لحن علیه حماس و نیروهای مقاومت فلسطین کنایه ای زده گفته کاری که شما در هفته اکتبر انجام دادید نکبتی بدتر و فاجعه بارتر از نکبت 1948 رو رقم زده 1948 داره اشاره میکنه به اینکه فلسطین اشغال شد فلسطین رسما به دست صهیونیست‌ها افتاد حالا من سوالم اینه از مثلا اشغال سرزمین چی میتونسته بالاتر اتفاق بیفته که تو داری اینو با اون مقایسه میکنی بعد فلسطین اصلا دیگه توی اولویت دنیا نبود من این هفته یکی دو تا گزارش برای شما خواهم خون رسانه های غربی میگن اینا کاری که انجام دادن حداقل کاری که انجام دادن این بود که فلسطین رو برگردوندن به اولویت های دنیا بعد به ما یادآوری کردن که ما فلسطین رو نمیتونیم فراموش بکنیم فلسطین فراموش شده بود فلسطین تمام شده بود کشورهای عربی کار رو با رژیم بسته بودن عربستان قرار بود هفته بعدش با اینا بشینه سر یه میز اینا فلسطین رو معتبر کردن کاری کردن همه دنیا درباره فلسطین شش ماه هست بی وقفه دارن حرف میزنن کاری کردن به همه یادآوری بشه که مسئله فلسطین دیگه خسته کننده نشده آقا بعد از هفتاد سال چرا هی میگی فلسطین 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 جمهوری اسلامی هم معلوم از کجا پیدا شده بیخیال داستان نمیشه نه مسئله فلسطین مهم است توی این شش ماه هفت اکتبر حداقل کاری که انجام داد این بود که این مسئله رو دوباره به اولویت های عالم برگردونده به هر جد جنبش سازشکار در ادامه صحبت خودش در ادامه بیانیه خودش به این اشاره کرده طرفی که موجب اشغال دوباره غزه و تحقق وضعیت باری شده که فلسطینیان به خصوص در نوار غزه در آن زیست میکنند حق ندارد در سنی پرستی به کسی بدهد داره کنایه میزنه به حماس و جهاد اسلامی اینا میگه شماها درباره میهن پرستی با ما صحبت نکنید ما با کوت و شلوار رسمی آدم حسابی خیلی مشی میریم نخست وزیر انتخاب میکنیم شما تکه تکه در آتش بسوزید نابود شوید از می بروید در صورتی که هزار تا تانک رژیم رو زدی در صورتی که رژیم رو درگیر کردی ما نمیذاریم کسی بر تو درود بفرسته و تو رو میهن پرست بدونه تو خائن به فلسطین هستی این حرفیه که بیانیه سازشکاران فلسطینی داره مطرح میکنه دو تا نکته باید خدمت شما عرض بکنم لوموند فرانسه تو گزارشی گفته بود که یه اشتباهی رژیم صهیونیستی انجام داد توی این اشتباه اینا برخلاف آمریکا که وقتی حمله کرد به افغانستان چهار تا افغانستانی کنار خودش داشت برخلاف آمریکایی که حمله کرد به عراق چهار تا عراقی پشت دست خودش داشت تو اصلا فلسطینی پشت دست نداری کی باید روی تانک تو بیاد بره در غزه مستقر بشه که تو بگی من اینو بودم من فلسطینی‌ها رو بودم اینها رو گوشه ذهنتون داشته باشین یه گزارشی من این هفته برای شما میخونم اینو میخوایم بذاریم کنار گزارش لوموند که اومده بود این حرفا رو خطاب به صهیون سر بود تو این گزارش میگه که یهودی ها یه چیز رو یاد گرفته بودن تو فلسطین اونم این بود که قشنگ از ظرفیت تفرقه بنداز حکومت کن استفاده کنن فلسطینی ها رو مینداختن به جون هم اهداف خودشون میبودن جلو حالا این دوتا رو بذارید کنار هم تفرقه بنداز حکومت کن بعد طرف یه گروه از فلسطینیا رو بگی همون داستان تکراری اوس که من قبلا خدمت شما عرض کردم رژیم الان داره از این الگو پیروی میکنه این دعوایی که بین فلسطینی ها افتاده و کارهایی که جنبش خودگردان داره انجام میده به نظر من در همین راسته ببین یه گروهی الان همه دنیا داره از این گروه حمایت میکنه عربستان و امارات و ایمان وادار شدن واکنش نشون بدن نمیتونی کسی نمیتونه ساکت بشینه یه دفعه وسط این داستان ها یه جماعت سازشکاری پیدا شدن طلبکار شدن رفتن جلسه گذاشتن برای خودشون رئیس و فلان و فلان انتخاب کردن طلبکار هم شدن این بخشی از آن چیزهایی هست که ما امروز در داخل اتفاقات فلسطین شاهد بودیم بعد از شش ماه نبرد و فاجعه ای که رخ داده بالاخره سازشکارها زبون در آوردن طلبکار شدن از کسانی که این روسا در غزه در حال یک جنگ تمام هستند من لازم از خدمت شما عرض بکنم همزمان با این اتفاقها شاهد ضربات سنگین مقاومت لبنان در مرزهای شمالی به رژیم صهیونیستی بودیم اصابت موشکهای مقاومت به پایگاههای رژیم حمله دقیق به تسلیحات موشکی رژیم صهیونیستی حمله دقیق به تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتنه یک گروه نظامی رژیم صهیونیستی حمله دقیق به یک اجتماع دیگر از نظامیان رژیم صهیونیستی اینا بخشی از اتفاقاتی است که ما امروز در مسای شمالی شاهدش بودیم لازم هست بر این هم تاکید بکنم که تبری رو امروز العربی جدید منتشر کرده گفته رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تا کنون به شکل محسوس و هدفمند در حال تخریب مراکز آموزشی، ترور اندیشمندان و نخبگان فلسطینی حاضر در نوار غزه است. مهمترین این ترورها هدف قرار دادن منظر یک فردی رو گفته یک پروفسور فلسطینی گفته به شهادت رسوندن این فرد و خانواده‌اش علاوه بر ترور متفکران و دانشجویان برتر فلسطینی صهیونیست‌ها اصرار زیادی به تخریب دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دارند. زمانی که آمریکایی ها به اراق حمله کردن خب اخباری منتشر می از جنایات آمریکا در کشور اراق افرادی که بازداشت شدن داستان هایی که داره اتفاق میفته. یه خورده که فضا آروم شد گرد و غبار خوابید و همه فرصت کردن بررسی کنن ببینه این چیکار کرده کیا رو کشته چجوری کشته مشخص شد که صدها نخبه و استاد دانشگاه عراقی در لیست کسانی بودن که آمریکایی ها در زمان حمله خودشون اینا رو زدن ببین زمانی که صدام رو زده بود زمانی که دیکتاتور رو زده بود به این فکر بود که خب این سیستم بعدش میمونه و یه سری نخبه ممکن هست اینجا کارهایی بکنن و این کارها به درد اراق بخوره و من تمایلی ندارم همچین اتفاق بیفته من تمایلی ندارم این داستان اتفاق بیفته همه اونهایی که میتونستن کاری برای اراق بکنن و اینا زدن همون داستانی که در ایران بود این سالها دانشمندان هسته ایران دونه ترور شدن و اتفاقات مشکوک و قابل تعاملی که بهتر از من در شد. در فلسطین اشغالی هم همین اینها در غزه دارن پیاده میکنن و من البته لازم هست خدمت شما عرض بکنم وقتی دانشگاه ها ویران شدن وقتی مدرسه ها ویران شدن وقتی دانشمند ها ترور شدن برای انسان هایی که در آن جغرافیا هستند و نسل بعدی آن انسان ها رو تشکیل میدن چاره ای جز به دست گرفتن سلاح نمیمونه وقتی تیغ قلم رو کند کردی چاره ای نمیمونه جز اینکه اینها بخوان از سلاح استفاده کنن این حماقتی است که رژیم صهیونیستی هنوز بهش پی من لازم هست خدمت شما عرض بکنم که امروز نشستی بین نیروهای مقاومت فلسطین و انصار الله یمن برگزار شده در این دیدار و نشستی که برگزار کردن گسترش عملیات انصار الله علیه مواضع صهیونیستی در دریای سرخ همچنین نقش انصار الله در صورت حمله ارتش اسرائیل به رفح مورد بررسی قرار گرفته من خلاصش بخوام بکنم حالا جزئیات بیشتری درباره این نشست آنگونه که رسانه ها میگوین روی خروجی رسانه ها نرفته و مطرح نشده ولی اون چیزی که میشه فهمید اینه مقاومت فلسطین داره با گروه های دیگر از جمله آنهایی که در لبنان هستن آنهایی که در عراق هستن و آنهایی که در یمن هستن هماهنگی هایی رو انجام میده که اگر حمله رژیم به رفح در اولویتشون قرار گرفت اینها ضربات خودشان را به وارد کردن بازی مرحله بعدی رو شروع بکنن همزمان با این اخباری که داره منتشر میشه ما شاهد اخباری از عراق هستیم که این اخبار این پیام رو برای ما داره و این حس رو مخابره میکنه که ظاهرا اینها قرار هست جنگ رو وارد مرحله جدیدی بکنن ابو علی الاسکری مسئول امنیتی گردانهای حزب الله گفته پیش از گردانهای حزب الله عراق گفته پیش از این هشدار داده بودیم و بار دیگر به دولت و حامیان آن یعنی چهارچوب هماهنگی شیعیان عراق و افرادی که در موضع پایان وجود اشغالگران آمریکا در عراق فعالیت میکنن هشدار میدهیم که به نیروهای اشغالگر مسئولیت ندهند اشغالگران تا این لحظه تغییری در تحرکات و سلوک خود چه در زمین و چه در آسمان اراق ایجاد نکردند حتی اظهارات آنها تا همین الان مبنی بر تلاش برای به دست آوردن زمان و بقای نیروهای اشغالگر در عراق است برادران در واحد جمعآوری اطلاعات باید به عرضه اسناد و اعترافاتی که اثبات کننده لانه جاسوسی بودن اربیل است اقدام بکنند لانه جاسوسی که در مسیر ضربه زدن به امنیت عراق فعال است و پایگاهی از پایگاه های رژیم سهیانسی شده و مسعود چی؟ باید بفهمد منظورشون مسعود بازانیه این تایفه عراز لوباشی که جمع شدن اونجا ناسپاسانی که به همه دارن لگد میزنن علیه همه خیانت میکنن به وقتشان فقط همینایی که دوروبرشون هستن ایران و مقاومت و کسان دیگر باید به دادشون برسن وقتی سرکله چیزی به نام داعش پیدا با هم بررسی بکنیم میگه که لانه جاسوسی اربیل رو داره میگه در مسیر ضربه زدن به امنیت اراق فعال شده و پایگاهی از پایگاه های رژیم صهیونیستی شده و مسعود قاچاقچی باید بفهمد که ما آماده ی ادب کردن او هستیم دشمنان بدانند که ترور و قتل فرزندان ما از جمله فرمانده شهید ابو باقر الساعدی که نزدیک منزلش در منطقه مسکونی ترور شد دارای بهای سنگینی است که دشمن باید بپردازد من احساس میکنم مقاومت عراق داره از الان فرزا رو آماده میکنه اگر حمله به رفح اتفاق افتاد اینا هم بازی رو شروع بکنه یه چیزی به شما بگم الان بعضی از دوستان ممکنه بگن آقا اصلا حضور آمریکا در عراق و سوریه و اردن و کجا و کجا به ما چه ربطی من امروز یک برنامه برای شما داشتم حتما این برنامه رو نگاه بکنید اگر کسی ندیده حتما نگاه بکنه توماس فریدمن از نیویورک تایمز ورداشتن آوردن توی اردن توی عراق توی, توی سوریه با فرمانده سنتکام اومده این گزارش رو تلویزیون ایران نباید ولش کنه باید مفصل روی این گزارش کار کنه توماس فریدمت میگه من رفتم عراق سوریه لبنان توی پایگاه های ببخشید اردن توی پایگاه های کشورمون حضور پیدا کردم دیدم اینا یه اتاق مخفی دارن توی این اتاق مخفیه نیروهای نظامی ما نشستن سربازامون زور زدن به یه سری تلویزیون 90 ثانیه وقت دارن اگر موشک یا پهپاد یا هر چیزی در آسمان دیدن شلیک بکنن کل اون چیزهایی که در منطقه چیده آماده کردن یک رینگ پدافندی برای مقابله با موشکا و پهپادهای ایرانی چرا مگه ایران میخواد به کسی تهاجم بکنه که نگرانه نه من نگران این هستم که ممکن هست بخوان علیه من شرارتی بکنن داره تمرین میکنه اونجا تیغ منو کند بکنه فهمیدین چی داره اتفاق میفته من امیدوار هستم این بخش از گزارش توماس فریدمن رو رسانه ها ولش نکنن مفصل درباره صحبت بکنن که نکته بسیار زیاد داره عقب نشینی صهیونیست‌ها امروز از شمال خانیونس رو شاهد بودیم چندین عملیات از سوی گروه های مقاومت فلسطینی علیه خودروهای زرهی رژیم اتفاق افتاده خبر تکان دهنده ای امروز روی خروجی رسانه ها رفت از حضور 8000 پیکره فلسطینی زیر آوار فارغ از این هزار نفری که شهید شدن این پیکرها هنوز زیر آواره و کسی فرصت نکرده سمتشون بره و نکته بعدی هم که باید خدمت شما عرض بکنم اینه بر اساس آماری که منتشر شده از هر سه کودک کمتر از دو سال در شمال غزه یک نفر دچار سوء تغذیه شده هیچ چیزی از درد و رنج و فاجعه غزه کم نشده بلکه با گرسنگی بهش اضافه شده اگر نمیبینید به خاطر اینه که رسانی ها رو زدن همه آنها که دوربین به دست بودن رو زدن ماجرا تغییری نکرده چیلدرن ها رو دارن میکشن بیبی ها رو دارن اصلا دنیا کاری نداره با این داستان ها اصلا دنیا پشیزی بره چون ما غرب آسیایی هستیم چون ما اروپایی نیستیم چون ما از اونها نیستیم اگر از اونها بودیم الان از گربه هایی که در تونل های متروی اوکراین گرسنه نگه داشته شدن از سرس موشک ها و فلان و فلان از اونها هم برای ما برنامه می ساختن این جهان کثیفیه که امروز نظم آلودش رو بر ما حاکم کردن بر گرده ما سوار شدن اگر خودمون برای خودمون در همچین دنیای فکر نکنیم کلاه ما پس که خواهد اجازه بدید عبور کنیم من لازم هست خدمت شما عرض کنم امروز آماری منتشر شد از اداره آمار ترکیه اداره آمار ترکیه توی آماری که ارائه داده توضیح داده که این کشور علاوه بر مواد غذایی که در این شیش ماه برای رژیم سی فرستاده صادرات رادار و اجزای سلاح و قطعات هواپیما هم به رژیم داشته اردن مصر عربستان امارات ترکیه اینا همه کشورهایی هستند که حاکمینش آتشین ترین حرفا رو دارن علیه رژیم سی میزنن پشت پرده ماجرا جور دیگری من لازم هست بر این تاکید بکنم به عنوان آخرین خبر که یک مسئول رژیم سهینسی با تاکید بر اینکه مهمات و تجهیزات نظامی ارتش اسرائیل رو به اتمام است متذکر شده هر گونه تاخیر در تامین تسلیحات باعث شکست ما در غزه خواهد شد میدونید الان بحثی مطرح هست درباره اینکه که محدودیت هایی برای صادرات سلاح به رژیم به وجود بیاره این جنس از حرفا فکر میکنم همه چیز رو مشخص میکنه من طول ایترش میکنم خیلی حرفونده گزارش های عملیات های مقاومت لبنان وضعیت تضیف توان سایبری رژیم سحیانسی که امروز یکی دو تا نظر خیلی خاص سرورش روی خروجی رسانه ها رفت و بقیه این ماجره هایی که فکر میکنم فعلا لازم هست که ازش عبور بکنیم از جمله اقدامات یمنی ها و چیزهای از این دست اگر نکتهای داشتین اگر بحثی بود به این گزارش اضافه بکنید جوشن صغیر فراموش نشه جوشنی که میخوانید زرهی هست بر پیکر رزمندگان مقاومت دعا برای این بچه ها فراموش نشه حضور در تظاهرات هایی که در نقاط مختلف دنیا انجام میشه فراموش نشه این بخشی از آن چیزهایی بود که من باید خدمت شما دوستان عزیز عرض می یک درخواست پایانی هم از دوستانم دارم رفقا این چند روزی که بر ما میگذره تا روز 29 اسفند ایام تبلیغات ما هست ما در هفت روز اول فروردین تبلیغات نداریم از دوستان درخواست میکنم اگر از برنامه ما خوششون میاد از اجرای ما خوششون میاد دوست دارن به ما انگیزه بدن حمایت بکنن و تاکید هم کردم به شدت وضعیت میدونید کل فعالیت ما از طریق درآمدمون در شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و همین فعالیت تبلیغی هست الان هم که دارم با شما صحبت میکنم از 6 ماه پیش تا الان کل حمایت مالی ما در یوتیوب کامل سقوط کرده و الان دیگه یک دهم قبل شده میشه هر عددی در ذهن شما هست اون علی یک تماشا به خاطر محتوایی که داریم ارائه میدیم و مسئله فلسطین اگه دقت بکنید رفقای یوتیوب هم بررسی بکنم ما دیگه تبلیغات تقریبا روی برنامه‌هامون نیست به خاطر اینکه به ما چیزی ارائه نمیدهند و نکته اینه یک ریال هم که شده از ما حمایت بکنید بدونی تک تک اینها یاریگر ما خواهد بود نکته دیگه ای ندارم خاک پای همه ای رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر